بسم الله الرحمن الرحیم بینندگان و دوستان گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان گرامی به برنامه آیین زندگی خوش آمدید خداوند متعال سپاسگزارم که یک بار دیگر توفیق داد تا از طریق برنامه آیین زندگی مهمان خانه های شما گرامیان باشیم بینندگان عزیز در برنامه امروز آیین زندگی استاد احمد وحید صالح در استودیو با ما حضور دارند و با ایشان در مورد توکل و چگونگی و کیفیت توکل و یک انسان باید به چه کسی توکل بکنه و توکل کردن چه نتایجی در قبال داره با جناب استاد صحبت بکنید به امید از اینکه شما بینندگان عزیز تا پایان برنامه ما را همراهی کنید جناب استاد سلام شما خیلی خوش آمدین برنامه علیکم السلام و رحمت الله و برکاته من به نوبه خواهر سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان گرامی علیکم السلام جناب استاد موضوعی که با شما امروز قرار است صحبت کنیم در مورد توکل است که خود توکل چیه و انسان باید با چه کسی توکل بکنه و کیفیت و چگونگی توکل چیست و از این قبیل موارد انشاءالله در برنامه با شما صحبت میکنیم اگر به عنوان مقدمه تعریفی داشته باشین در مورد توکل و بقیه موارد باز با شما صحبت میکنیم انشاءالله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه فتوكلوا عليه إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم در رابطه به بحث توکل که یک بحث بسیار مهم و موضوعیه که از اعمال قلوب شمرده شده و به ایمان نیات یا به ایمان ربط داره باید خدمت عرض کنم که این کلمه یک کلمه عربیه و در قرآن کریم این کلمه خیلی زیاد به کار رفته بله. در احادیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم که بعدا انشاءالله به اونا ما اشاره میکنیم چی در احادیث قولی و چی هم در احادیث فعلی که یعنی رسول خدا صلی الله علیه وسلم چیگونه بر الله توکل کرده خب به مفهوم اظهار عجز یک انسان خود را عاجز بشماره توکل معنی عجز اظهار عجز یا اعتماد بر غیر درست تکیه کردن بر غیر از نظر لغت همچنین به معنای استسلام خود را تسلیم بکنه بله هر سه کلمه چه حال ما اظهار عجز رو بگیریم یا اعتماد بر غیر رو بگیریم و یا استسلام رو بگیریم خیلی مفاهیم با هم اینا شباهت داره بحب. بسیار با هم نزدیکه مثلا وقتی ما شما میگیم اظهار عجز به این معنا که من ناتوانم من از یک کس دیگه مجبورم که کمک بخوام تا مر کمک بکنه وقتی که میگیم که اعتماد بر غیر یعنی به تنهایی خود من یک کار انجام داده نمیتونم و همچنین به معنای استسلام که او خب بالکل خب همون عجز انسان و ناتوانی رو یعنی تسلیمم دیگه خلاص بحب. در مقابل یک کسی که ما توان مقابل رو با او نداشته باشیم و یا توان حمل یک بار یک سختی رو نداشته باشیم ما بر او تسلیم میشیم ای از نظر به اصطلاح لغت کلمه توکل دیگه معانی داره که به همین سه معنا بسنده میکنم و در اصطلاح از نظر شرع اسلامی از نظر مشروع اسلامی آمده تفویض امر به الله ای که کار خود خور به الله بسپاریم کار خود به الله بسپاریم چگونه باز کیفیتی رو میگین ای از این برداشت نشه که کار خود به الله سپردم الله مر میبینه و کل چیز هست دیگه و خلاص ما دنبال اسباب ریاله میکنم که باز یک اشتباه برداشت اشتباه شده که ایر انشاءالله تصحیح بسازیم و ای که ما به الله ثقه داشته باشیم اعتماد داشته باشیم از نظر شرعی یعنی اصطلاحی بر ای که قضاء خداوند و قدر خداوند هر قسم که رفته باشه امور هم یک اتفاق میفته چه نفع باشه چه ضرر باشه فرق نمیکنه و همراه اسباب درست ثقه بر الله از نظر شریعت از نظر به اصطلاح اصطلاحی اعتماد و ثقه بر الله به ای که قضاء خداوند و قدر خداوند چنانچه رفته باشه بله همو رقم کار اتفاق در زندگی ما میفته فرق نمیکنه که نفع باشه فرق نمیکنه که ضرر باشه اما در صورتی که اسباب رو در نظر بگیری بله این یعنی تعریفی که ما شما از توکل داریم و وقت تعریف توکل رو میخوندم خیلی برای من این نکته جالبی بود که
به ایمان خیلی زیاد شباهت داره. بله. یعنی بعضی وقتا فکر میکنن که همین توکل عین ایمانه. بله. چون ایمان هم که هسته به معنای استسلام که ما قبلا گفتیم، یعنی تسلیم شدن. بله. بر الله. بله. یا همون چیزی که خداوند پاک بر ما شما نازل میکنه بر او ما چه بکنیم و تکیه کردن بر الله متعال گفتیم و اینکه به ایمان ما داریم که قضا و قدر خداوند هر قسم که رفته باشه و ای از این معلوم میشه که توکل یک چیزی هست که به ایمان ربط داره. بله. و از قضایایی که تا انسان ایمان بسیار قوی نداشته باشه. بله. واقعا در زندگی از توکل وجود نداره. خب هرچند ما میبینیم که حالا غیر از انسانهای مؤمن واقعی که به این به اصطلاح متون و نصوص قرآن کریم و احادیث توجه میکنند، دیگه افراد متاسفانه از این باز میمانند و به خاطر همینه که در دنیا شما میبینیم وقتی که کوچکترین مشکل در زندگی اینا میایه، بعد از اون دیگه باز جزا و فزا و بالاخره بی سپری میکنند، به استثناء متوکلین و انسان هایی که توکل بر الله دارن و واقعیت انمی تعریف توکل به سر از اون صدق میکنه، این میتونه که تعریف درست انشاءالله و تعریف دقیق از توکل باشه. و در یک جا دیگه هم تعریف شده، گفته شده که صدق اعتماد بر الله. صدق اعتماد بر الله به ای که نفع و یا ضرر برای انسان نمیرسه مگر بخواسته او تعالی. صدق اعتماد، این نکته من اینجا اشاره بکنم که صدق اعتماد که ما میگیم اعتماد کاذب داریم، اعتماد صادق داریم. اعتماد کاذب او اعتمادیه که شما بر نفر تکیه کردین اما باز هم شک داریم، شبهه داریم. درست؟ الله روزی رسانه، الله شفا میده، منتها خواهد یا نخواهد، این اعتماد کاذبه. بله خبر دارم الله روزی رسانه، الله مشکل رو حل میکنه، مصیبت رو برطرف میکنه، غم رو برطرف میکنه، قرض رو ادا میکنه، اما تدل خود خوب خب سه نفر متیقن نیست. این اعتماد کاذبه. اعتماد صادق اینه که هیچ شکی وجود نداره، به شرطی که من زحمت خود تربه کشم، به شرطی که من وظیفه خود انجام بدم، این نباشه که خود تربه اندازم و خلاص هر چی که شد. اونجا باز طبیعتا این توکل میگن که این توکل با توکل فرق داره. توکل ای که ما اسباب رو در نظر نمیگیریم، به یک دشت حرکت میکنیم که خدا روزی رسانه، خب ممکنه که ما گرگ بخوره، ممکنه که ما بالاخره قضای نداشته باشیم از گرسنگی بمیریم. توکل پیامبر خدا صلی الله علیه و آله معنا کردن. توکل اینه که ما اسباب رو در نظر بگیریم، بر الله اعتماد صادق داشته باشیم که الله هر آنچه به نفع ما باشه امور میخواد. بله. و خداوند پاک آنچه برای ما مقدر کرده باشه خواه مخواه او میرسه برای ما و ما هیچ کاری نکردیم. بله. این میتونه تعریف توکل باشه. دقیقاً جناب استاد، وقتی انسان توکل عمیق و صادقانه با پروردگار داشته باشه، حتما انرژی بیشتری هم در قسمت انجام از کار میگیره، چون به کسی توکل کرده که او قادر مطلق و توانایی انجام هر کاری داره. حالا جناب استاد اگه بیاییم در مورد خود حکم توکل صحبت بکنیم که خود توکل چه حکم داره و از چه جایگاه در دین مقدس اسلام برخوردار است. خب با تعریفی که ما از توکل کردیم که یعنی به این که شخص بیه کار خود و امر خود بر الله بسپره، در صورتی که او زحمت میکشه کار هم میکنه، بعد خود خور بر الله تکیه بکنه، این واجب، یعنی از جمله واجبات یا فرایض که ما شما میگین هم چه قضیه. یعنی اگر یک شخص ایر نداشته باشه، خب برو ما ایر اصلا ما هم چه قضیه نداریم، بر الله توکل کنم که چیکار شه، مثلا میگن بعضی نه چیکار میشه، چی اتفاق در زندگی میفته. این واقعیت ضعف ایمان نفر نشون میده و ما شما میبینیم که به تنهایی خود افراد خیلی اسباب، امکانات، پول، وسایل رو بعضی وقتا آماده میکنه. بله. اما هیچ کار رو از پیش بدر کرده نمیتونه. با کوچکترین مشکلی که در زندگی از اون میبینیم همه چیز به هم میرزه، میره دنبال کار خود. یعنی کاملا تکیه کردن بر اسباب و ای که ما به یک قدرت فوق اسباب اعتماد نداشته باشم. خب طبیعتا ایمان نفر به زیر سوال میره. پس به خاطر حکم توکل واجبه، فرض، یعنی افرادی که اونا ایمان به الله دارن لازم ضرور باید بر الله توکل بکنن. اگر این کار رو اونا نمیکنن طبیعتا ما شما میبینیم که همون به اصطلاح ایمان از اون زیر سوال میره به دلائل که ما شما داریم. یک، خداوند داره پیامبر خو امر میکنه، دستور میده. یعنی ما تا زمانی که امر نداشته باشیم واجب و فرضی وجود نداره. وقتی که ما شما میگیم نماز فرضه، به چه خاطر فرضه؟ به خاطر که خداوند پاک گفته
اقیم الصلاة نماز برپا بدارید. وقتی ما میگیم که به عنوان مثال همی روزه گرفتن در رمضان فرضه، به خاطر چی؟ به خاطر که خداوند پاک میفرمایه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرض کرده شد بر شما صیام. خب پس ما چرا ادعا میکنیم که توکل فرض، لازمه، واجبه؟ به خاطر که خداوند برای پیامبر خود دستور میده که و شاورهم فی الامر، ای پیامبر هر کاری که انجام میدی با اصحاب خود مشوره بکن، فاذا عزمت فتوکل علی الله، امر میکنه. زمانی که کار خود خود اسباب مهیا کردی، اینجی دیگه چکار کن؟ بر الله توکل بکن. همچنین در آیه قرآن کریم خداوند پاک میفرمایه و علی الله فلیتوکل المؤمنون. انسانایی که ایمان دارن، انسانایی که باور دارن به با آخرت و به الله و اینا ایمان دارن، اونا جز بر الله نباید برکست دارن، یعنی بر الله باید توکل بکنن. درست، یعنی بر الله باید توکل بکنن. همچنین حضرت موسی علیه السلام در خداوند نقل قول میکنه در قرآن کریم، یا قومی، ای قوم من، ان کنتم آمنتم بالله، اگر شما واقعا به الله ایمان دارین، فتوکلوا علیه، شما دیگه پس بر او چکار کنید؟ بر او توکل بکنید. پس توکل میبینیم که به امو خاطر قبلا هم من خدمت شما عرض کردم که از امور قلبیه، یعنی من نمیفهم که فلان شخص توکل داره یا نه، مگری که امی به اصطلاح ثمری رو در زندگی از اون ببینه. درست، وقت نفر ایمان به الله داشته باشه، تفکر بکنه، در مقابل مشکلات صبر بکنه، به قضا و قدر الهی راضی بشه. وقتی که یعنی کسی فوت میکنه، پولی رو دزد میبره، مشکل بری و میرسه، به قضا و قدر الهی چکار بشه؟ راضی بشه. من زحمت خور کشیدم. محبت الله در دل داشته باشه، با الله خدا رو خواسته بیگانه نباشه، حقد و کینه و حسد و که پا در داخل قلب از او نباشه و اثرات از او در جواره از او در دست و زبان و پای نباشه. پس به این معنایه که این شخص توکل کرده و انمی حکم توکل که واجب باشه بچه. جناب استاد، حالا اگر صحبت بکنیم روی از اینکه چه اسباب و عواملی باعث میشه که انسان به پروردگار متعال توکل بکنه، همچنان اگر صحبت داشته باشین که و چه اسباب و عواملی ما را کمک میکنه تا او توکل ما به ثمر برسونه و نتیجه بده. بله، خب ای که اینجا دو تا سوال میتونه باشه. یکی اینه که اسبابی که ما را به توکل نزدیک میکنه چیست؟ یکی اینه که اسباب مخالف توکل نیست. بله، یعنی به این معنی که ما اسباب رو مگه استفاده کنیم در دنیا؟ درست، این دو تا سواله. پس سوال اول به این شکل پاسخ داده میشه که چه اسباب ما رو سوق میده به طرف توکل. بله، اولین سببی که ما رو سوق به طرف توکل میده ایمانه. بله، نفر ایمان نداشته باشه بر چی توکل میکنه؟ ایمانه. درست، وقتی که نفر پول داره، بر پول خو تکیه میکنه، توکل میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که فردا پول خورمه برای یک چیز میخره. بله، با مو خاطرم، چون دارایی، پول، ثروت، جایگاه اینا لمس میشه، نفر به او ایمان داره دیگه، بر او توکل میکنه. بله، چه کار میخوای بکنی؟ مثلا میخوام خانه بخوب بخرم. خب با چی حسابه؟ با اینکه من پول دارم. بله، توکل بر تا انسان الله رو حس نکنه، یعنی ایمان خود خور به الله پاک تقویت نکنه، توکل وجود نداره. نفر باید ایمان به الله داشته باشه که توکل بکنه. خب وقتی ایمان به الله بیاره، بعضی از امور خداوند برای از دستور داده که اینا رو انجام بده، مانند عبادات که ما شما انجام بدیم، یعنی عبادات انسان رو به توکل نزدیک میکنه. وقتی انسان استاد میشه الله اکبر الحمد لله رب العالمین و سبحان ربی العظیم و سبحان ربی العلا و تحیات لله و السلام، کل این چیزها انسان رو کم کم چکار میکنه؟ به الله متیقن تر میکنه، تا اینکه انسان بر الله بتونه توکل بکنه. یکی انسان بعضی وقتا در مقابل این مشکلات سختی ها رو میبینه، سختی ها رو لمس میکنه، این هم او رو به طرف توکل میبره. گفتم در صورتی که ما قضیه ایمان ما حتما در زندگی شخص گفتیم اولین گزینه سببه داشته باشه، این نفر خود خور عاجز میبینه، دیگه هیچ راهی نداره. و ما خاطر هم نفر وقتی میبینیم حامی خور از دست میده، بی خود عشق میرزه، این چیه؟ عجزی رو نشان میده. انا لله و انا الیه راجعون و ایگه پای که ما شما داریم. اما میمونه که خب این خب اسباب یک مور به طرف توکل میبره، ممکن دیگه هم اسباب داشته باشه. سوال دیگه اینه که چیز به اصطلاح چیز وجود داره. بعضی وقتا متاسفانه برداشت هم غلط شده، برداشت اینه که خلاص دیگه بر الله کسی که توکل میکنه، پس توکل بر الله که دیگه رد پول ریال کن.
تو بر الله توکل داری دیگه چقدر زحمت میکشی. درست. متاسفانه این گفته میشه. بعضی اونا میفهمم ایمان بر خدا دارن باز ام یکسر زحمت میکشن. خود زحمت کشید سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. درست؟ بر الله توکل کن دیگه حرکت کن برو. خب بر الله توکل خب میکنم. اما این خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که من بدون ازی که اسباب را آماده بکنم بعد از اون به سفر برم یا خور به دریا بیاندازم که بر الله توکل کردم. این توکل این خلاف سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. ببینید اسباب توکل اسباب یعنی اسبابی که در دنیا ما داریم مثل پول مثل خانه و سرا مثل لباسی که انسان رو گرم میکنه مثل به اصطلاح امو شمشیر و امو به اصطلاح امکاناتی که در وقت جهاد نیازه که او مجاهد او را چه کنه او در نظر بگیره. اینا هیچ کدوم مخالف توکل نیست بلکه عین توکله. به چی دلیل؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه می حدیث رو بگم یک سخن جالبی از حضرت عمر رضی الله عنه او میگه که من نبینم که یکی از شما به خانه خود خوب بشینه و بگه اللهم ارزق به خانه خود خوب بشینه و بگه خدا امر روزی بده و شما میدانیم که وقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه و شما در حالی که میفهمیم که آسمان نه به اصطلاح طلا میبارانه بر شما و نه هم نقره میبارانه. گپ بسیار جالبه. بعضی مردم متاسفانه از مو برداشته که نسبت به این قضیه دارند خب میبینیم که همچون یک برداشته دیگه. خلاص خانم ریله میکنه، زن ریله میکنه، بچه ریله میکنه، برو بخیر حرکت میکنه به یک طرف میره بدون از اینکه لباس مثلا سایل گرمی و سایل سرما کلی چیزا در نظر بگیره. خیلی خلاف توکله. رسول خدا صلی الله علیه وسلم روزی کسی آمد به حضور از اونا آمد و بعد پرسان کرد چیزی و ظاهرن یادم شطور دش که در بیرون رها کرده بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که چیکار کردی با شطور خود خور؟ گفتم من توکل بر الله کردم. گفتن که این نیه رقم عقل ها او رو ببند او رو ببند و توکل الله شطور را که دیال فرار میکنه مردم بال کار خودی. یعنی این توکل نیست. موتور رو کنار سرک استاد میکنه والله ما رو بر الله توکل داریم خود تا نگاه میکنی دوز میمه برو این خلاف سنته. دروازه موتور باز نگاه میداره من بر الله توکل دارم. این توکل بر الله کجاست؟ توکل بر الله اینه که خداوند پاک بر ما عقل داده ما ملک رو هوش کنیم. بله. توکل بر الله اینه که طفل داریم او رو به جای شاگرد میکنیم او رو برات کار روان میکنیم اسباب و امکانات رو متوجه باشیم. بله. این طفل خیلی خورده متوجه باشیم به سرک به زیر موتر نشه او رو برات این کاری که به اصطلاح ممکنه که از قوت از بالا باشه او رو راه نکنه. بله. توکل بر الله اینه که خلاص دیگه یک لباس نازک رو برپا کرده زمستان هم هست بر الله توکل کرده و میرسه بر خنک میزنه زکام میشه باز اینجی بر الله چکار میکنه نسبت به الله واقعا دیده بعد پیدا میکنه دیگه. من بر الله توکل کرده بودم خداوند پاک بالاخره مرمریز کرد. خب خداوند عقل داده از این استفاده کنه. ببینیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روزی به جبهه میرن به غزوات میرن. صحابه معمولا کسایی که داشتن ذره بسته میکردن تیر کمان و به سلام و شمشیر خیلی چه نکنه زنجیرهای بود اینا بافته بود بسته میکردن شمشیر خیلی زیاد اثرات از اون. رسول خدا صلی الله علیه و سلم این کلی که صحابه یک ذره داشتن یا بعضی داشتن پیامبر خدا دو ذره بسته کرده بودن یعنی دو لباس زرهی به تن کرده بودن. درست؟ یه چی هست؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یک نفر دیگه ظاهرا دنبال گدهی آمده بود و میگشت گفتن اگر یک شما تناب خود خور بگیره لأن یأخذ احدکم حبله تناب خود خور بگیره و بره یک هزون را از دیار دشت بکنه و بیاره و بفروشه خیلی بهتر از اینه که بیاید کف کف و اصطلاح کنه در حدیث اما کف کف الناس از مردم گدایی بکنه یکی میده بره و یکی رو معنی میکنه. متوکلین این رقم نیان متوکلین اما اسباب را در نظر میگیرن و در باب اسباب آخرین گپ بکن میگم و ممکنه خیلی گپای باشه که برنامه وقت کمتر داره و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. خداوند در نص قرآن همین انسان های مؤمن دستور میده شما از آنچه از اسباب و قوت و نیرو میتونیم تهیه بکنیم در مقابل دشمن. بله. خداوند نگفته دیگه بریم خداوند پاک دشمن شما رو چیکار میکنه شکست میده. بله. اسباب امو صلاح انموچی وسائل و امکاناتی که به درد میخوره به درد جنگ میخوره به درد جهاد میخوره اینا رو چکار کنیم
آماده بسازیم. پس این مجموعه از مواردیه که بعضی وقتا متاسفانه برخلاف از این می‌بینیم برداشت میشه و میرند و خلاص همه چیز به سلامت خدا اله میکنن با اینکه ما توکل کردیم در حالی که این خلافه توکل کردیم. جناب استاد در زندگی عملی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌بینیم قضیه توکل. مثلا در غزوه احد می‌بینید وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تعدادی از اصحاب در یک تپه اونجا استاد کرده بودن که مانع حمله یا نفوذ دشمن بشه، وقتی تا اونجا قرار داشتن می‌بینید که دشمن شکست می‌خوره، اما وقتی اینها به نوعی منطقه ریل میدن و یا اسباب عوامل رها میکنن می‌بینید که به نوعی باعث شکست مسلمان ها میشه. اما در غزوه خندق می‌بینیم که نوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک به اصطلاح عواملی که باعث پیروزی از اینا میشد در آماده میکردن و خندق را حفر میکردن که خودش نتیجه داد و باعث پیروزی مسلمان ها شد. حالا میبینید که در این اتفاق که من گفتم میبینید که اسباب و عوامل کمک میکنه که در یک قسمت شکست به نوی مسلمان ها میخورن، در یک قسمت پیروز میشن. حالا اگر ما همون قسمی که شما گفتین اسباب و عوامل را آماده بکنیم و بعداً به خداوند بزرگ توکل بکنیم، چه ثمرات و فوایدی میتونه در قبال داشته باشه؟ اگر یک شخص مریض میشه ما برای دکتر مراجعه نکنیم، اما چی که ضرورت ممکن نسخه بگیریم برای از اون، ممکن یک دو پاکت دوای برای از اون بگیریم، یک شربت اینو بگیریم، ما در همین قسمت کوتاهی بکنیم که ما بر الله توکل کردیم، برو دیگه مریضی خدا داده خدا هم جور میکنه. اگر همچون یک اتفاق بفته ما در نزد خدا مسئولیم، شرعا گناهکاریم. ما قبلا هم عرض کردم و یا دیگه اسبابی که ما گفتم برید حاجات زندگی ما و شما، یک کسی در زندگی خود خوب موبایل ضرورت داره درست، باز میره دیگه خلاص من کارا خود خورمی رقم میکنم، بر الله توکل کردم، یک وقت دیر میشه پس میشه، باید که به یک جای ضرورتی رفع بکنه نمیکنه، رسیدگی به وقت نمیکنه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هیچگاه همچون یک کار انجام ندادن که به اصطلاح ما شما بیگودر به او بزنن، بعد همه چیز رو میسنجیدن رسول خدا صلی الله علیه و سلم، بعد از اونی حرکت میکردن. اگر همین رقم باشه واقعا همچون یک دیدیر ما نسبت به خداوند پاک داشته باشیم و نسبت به خود خوب اموری که برای ما برمیکرده و چه کنیم، اولین قضیه که برای ما و شما اتفاق میفته و یا اولین ثمره که داره توکل، داخل شدن به جنت بدون حساب. از حساب و کتاب دنیای ما شما میترسیم درسته؟ ممکنه که یک کسی معامله کرده پولی رو به دست ما و قرض داده بر کسی بدین کم و بیش شده از پیش ما، وقتی که از ما حساب میگیره بسیار سخته. در حدیث آمده که رسول خدا صلی الله علیه وسلم میگن 70,000 نفر، حدیث بسیار جالبی، توجه بکنند که این بسیار واقعا نکته زیبای به داخل از این، 70,000 نفر از امتم بدون حساب به جنت داخل میشه. یعنی از اون پرسان نمیشه چند نماز خوندی، چند روزه گرفتی، پولار کجا کردی، بچه چه کار شد، خانم چه کار شد، بدون حساب به جنت داخل میشن. عدد کلانی 70,000 نفر نسبت به کل انسانیت یا امت رسول خدا کمه، اما واقعیت 70,000 هم بسیار بالاه. یعنی کثرت شاید بیشتر باشه از اینا. کی نه الذين لا يستقون، حتی قضیه دعاخانی شرعی که ما شما داریم دیگه، نه شرعا مشکل نداره که برای کسی بگیم بیا به سر ما دعا بخوان، حتی همین کار رو نمیکنه، همین کار رو نمیکنه، این قضیه دوا فرق میکنه دکتر اینا. ولا يتطيرون، بتفولی نمیزنن، این مردمی که بدون حساب به جنت داخل میشن بتفولی نمیزنن. ولا یکتون، امو داغ کردن میگفتن یا خالکوبی و یک پاک بود، نه قدیم میکردن بعضی وقتا تبر مثلا با یک چیز کم میکردن، یکی قضیه دکتری و دواییه، یکی ایت قضایه که من همین کار رو میکنم که ایت یک گپ اتفاق نیفته، داغ میکردن و فلان کار رو میکردن، بتفالی میزدن بعضی این کار رو نمیکنن. و علا ربهم یتوکلون، و فقط بر الله چکار میکنن؟ توکل میکنن. 70,000 نفر از امت رسول خدا بدون حساب به جنت داخل میشن. اینا کسایی هستند که حتی این دعاخانی شرعی هم که ما شما داریم که مشکل نداره، اما بر الله توکل میکنن و بتفعلی نمیزنن، فالوا کردن و بتفعلی. والله این پرنده این رقم صدای کرد هسته در دیار ما، پرنده این رقم گفت نمیفهمم این قلعه خراب میشه، ما چون نمیفهمم به خانه ای که اسب بود ما چون چه کار میشه، ما چون نمیفهمم روز دوشنبه چه، کل اینا خرافات.
خرافه ايش اینا اصل شر اینه داره ایت مردم اگر باشند که همچو کارا را انجام ندن بدون حساب رسول خدا ضمانت کردن که به جنت داخل نشن یک ثمره دو این روزی خوردن آسان و به اصطلاح چی میگین رزق خور قسم میخورن که اصلا نمیفهمند از کدام طرف میایه و چیگونه خود خور سر میکنن پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در حدیث میفرمایند لو انکم تتوکلون علی الله حق توکلی اگر حموت که شاید و باید بر الله توکل شما بکنیم مستحق الله امور رقم که حق الله شما برای توکل بکنین خداوند حتما شما روزی میده مانند پرنده که صبح گرسنه از لانه خود بیرون میشه و شب سر به خانه خود چکار میشه امیر رقم نه کدام پرنده ما شما شاید ندیده باشیم که به یک جای از گرسنگی افتاده باشه دیدیم ندیدیم مگر اینکه مو عجل از اون میرسه یا یک حیوانی رو شکار میکنه هیچ گاه و در همه دریاهایی که ما و شما میبینیم در بطن بعضی از این دریاها حیواناتی وجود داره که دانشمندان میگن بعضی از اینا 2 تن غذا باید بخورن هر روز هر روز باید 2 تن غذا بخورن 1 تن و نیم تن باید غذا بخورن اما نه تجارت خانه دارن نه آرما اینا دارن نه بالاخره شاره‌ها و پاسپورت و ایگه پگفتار و او باید هر روز 2 تن غذا خور بخوره و الله 2 تن غذا میده و الله 1 تن غذا میده آیا من یک انسانه که به شبانه روز 1 کیلو ممکنه که غذا من باشه یا نباشه که 1 کیلو هم خیلیه الله من روزی داده نمیتونه اگر واقعا من بر الله توکل بکنم الله ایت حیواناتی که اونا زبان ندارن داخل دریاها من خود زبان دارم اونا به اصطلاح فکر عقل ندارند اونا به اصطلاح تجارت خانه ندارند اونا خانه ندارند اونا چیز ندارند همه چیز اینا ببینید انسان بر الله اگر توکل کنه الله بر او واقعا روزی میده بله اما یکی روزیه که دنبال روزی حلال برای انسان یکی اینه که فلانی چرا چند تا بخشود از من نشد خود طبیعتا خب اگر برای بالاخره خیانت کنه خدا اینو خواسته میراث نبرده نفر معاش هم بسیار کمه درست دیگه در دروازه هم نیه خب مجبوره که یک خیانتی بکنه که مثل همسایه بالاخره شبیه ازو بشه دیگه مترسیستون بالای خریدی هم دنبال ازو میاد دیگه خب زحمت بکشه خیلی خوبه از راه حلال باشه سوم پس دومین ثمره توکل اینه که روزی خود خور به آسانی نفر پیدا میکنه به آسانی روزی خود خور نفر پیدا میکنه احساس آرامش سومین ثمره چیه توکل زمانی که برای انسان غم مصیبت میرسه اگر بر الله توکل داشته باشه چرا خودکشی کنه چرا به سر صورت خود بزنه مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله نگفتند که از ما نیست لیس منا از ما نیست از امت ما نیست من ضرب الخدود کسی که روحو میزنه از خاطر مصیبت و شق الجیوب خن پاره میکنه او دعوه دعوت الجاهلیه یا شعرا سر میده که از جاهلیت بود کاش که نمیرفتی و کاش که اگر میرفتی تو مشود نمیرفتی مصیبت ما بر الله توکل کردم بله خداوند طفل مر گرفته ها الله خیلی بالاتر از طفلمه الله همین هم راضیه بله من راضی شدم درست انسان نمیتونه قهر به یکدم از قلب خوب بیرون بکنه ما نمیگیم غم نمیتونه انسان نیست رسول خدا صلی الله علیه و آله قمو پیر کرد اما غمی که انسان رو به کجا ببره به طرف کفر بر خدا ببره به طرف خودکشی ببره به طرف کفران نعمت خدا را تنها تو مر دیده بودی همه کل مردم هست. ای شخص بر الله توکل نداره زندگی من خراب شد و کلی چیزا پس انسانی که بر الله توکل کنه یکی از ثمراتی یا سومین ثمره ایست که انسان احساس چی میکنه؟ آرامش میکنه بله. راحت میگن که یک داستان را از یک کسی میگن یک شخصی حال چقدر سعیه یا نمونده پیام جالبه دار گفت که کشتی تو غرق شد گفت شکر گفت کشتی مال غرق شده گفت شکر باز برای از او خبر دادن که او کشتی از تو نبوده که غرق شده از یک کس دیگه بوده ظاهرا کشتی تو به سلامتیه گفت شکر از او پرسان کردن چرا اول هم شکر کردی و به دوم هم شکر کردی گفت بر اول بزی خاطر شکر کردم که وقتی که برای من خبر داده شد که فلان مال از بین رفت یا کشتی غرق شد دیدم که قلبم راحته بله به راحتی قلب خودم چیکار کردم شکر کردم غم نخورد قلبم به اصطلاح قلبم تنگ نشد و وقتی که خبر دادن برمه که او کشتی از دگه کس بوده مال تجارت تو سر جا خود خونه بازم دیدم که قلبمه تکبر نکرد بازم شکر کرد
پس بنابر ای رضایت و آرامش میده، این چیزی که ما امروز ندارند. دقیقا چیزی که امروز ما متاسفانه ممکنه این 80-90% ما نداریم، درسته؟ بله. مشکلات میرسه، غم میرسه، به هر خانه که میرین متاسفانه کفران نعمت میبینین، چیزهای میبینین و اینا خلافه. و سوم تقویت ایمان، کسی که بر الله توکل داشته باشه ایمان از روز بروز چیکار میشه؟ تقویه میشه. کسی که بر الله توکل نداشته باشه طبیعتا جز مشکلات، جز سختی، جز ضعف ایمان در زندگی از اون چیزی دیده نمیشه و یک مجموعه دیگه. و شاید که قضیه کثرت مال و دارایی و فرزند و این چیزها هم که هست یکی از جمله مو ثمراتی باشه که ما شما در زندگی هر کدام از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله میدیدین. بنابر این ثمرات توکل میتونه موضوعات باشه که من خدمت شما عرض کنم. بله دقیقاً. اینجا ما یک موضوعی که در بین افراد و در جامعه وجود داره اینه که از یک طرف خوب وسوسه های شیطانی خود طبیعیه که انسان دچار وسوسه میشه، از یک طرف دیگه بعضی افراد دست به اقدام نمیزنند و شرایط رو بهانه میکنند، میگن مثلا میخوان یک هدف برای خود تعیین کنند، یک تا یک جایی پیش برند، اما میگن شرایط اجازه نمیده، با این شرایط نمیشه این کار رو انجام داد، که این خودش نتیجه امون ضعف ایمان هست. اگر ما باز هم به زندگی صحابی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اشاره بکنیم، مثلا در غزوه بعد میبینیم که تعداد 313 نفر با یک لشکر بزرگی از کفار مواجه میشن. خب اگر این مثلا قدرت و قوی بودن ایمان نبودی، خب اینا پشیمان میشدن و از غزوه برمیگشتن. حالا صحبت شما در این قسمت چه جناب استاد که ما واقعا بیان صادقانه به پروردگار توکل بکنیم؟ من در تعریف توکل، در تعریف دوم توکل امی قضیه اشاره کردم بح. که صدق اعتماد بر الله بح. و اصحاب رسول خدا صدق اعتماد بر الله داشتند. یعنی وقتی میگفتن الله ما رو به این غزوه پیروز میکنه، باز شک تعدل خود نداشتن دیگه. بله. اسباب و امکانات رو آماده کرده بودن و پیروزی از آن از اونا بود. پیروزی از آن از اونا بود. یک کسی داستان رو میگن که یک وقت در دوران اموی ها هم چون اتفاقی میفته، یکی از قماندان های جنگ یک کسی روان میکنه که باید از لشکر دشمن یک کسی به اینجا بیاریم. بله. به هر قیمتی که میشه به اینجا باید بیاریم. خب 6-7 نفر حرکت میکنن که برن به داخل را کمین ها رو میبینند و اینا میترسند، پشت سر قرار میگردن. یک نفر میگه برادرم، قماندان جنگ بر گفته که برو یک نفر رو بیار، من هر کار بشم یا یک کشته شم میگه نفر رو برم. خب به یک بهانه ها و چیهای ای خور میرسانه به دشمن، به دشمن میرسانه، به لباس دشمن میره و بالاخره اونجا به لباس دوست میره و بعد میره یک خیمه مجلل رو پیدا میکنه که ظاهرا امو قماندان کل دشمن به داخل امینه. و بعد از اونی میایه و یک اسب بسیار جالبی هم اینجا بسته شده. بعد از اونی چم میکنه انمی تنابه های امی خیمر چکار میکنه؟ قطع میکنه. قطع. خیمر بر او چپه میکنه، اسب رو سوار میشه، حرکت میکنه، میایه یک سه نفر از بهترین قماندان ها از اونو حرکت میکنن، دیر تعقیب میکنن و به راه میایه، به داخل راه کمی که از دشمن کنده میشه از اسب پیاده میشه، دو نفر از اونها رو میکشه، یک نفر دیگه با خود اسیر میاره و دست انمی قماندان میده. اما شخص بعد از اینکه میایه، خب قماندان مسلمان ها از اون پرسان میکنه که بیا تو در رابطه با دشمن برای ما چیکار کن، معلومات بده. این آدم میگه که به یک شرط، قبل از اینکه من به تو معلومات بدم بگو که همچون یک افرادی که برات ما آمدن، دو سه نفر از ما خیمه پادشاه ما رو برو چپه کردن، اسب رو آوردن و سه نفر رو برای تو انگار کنیم کشته و تسلیم آوردن، از این میتونه نفرات تو چند نفر داری؟ بله. از این رقم یک مردم تو چند نفر داری؟ دلست. گفت که همین مردمی که تو میبینی اکثریت میت مردمی هم. گفت اگر همچو مردم تو خودی خود دشته بشی، دیگه جز شکست هیچ چیزی دشمن تو نداره. دل جان خلاص. بله. همچو یک مردم دشته بشی. بنابر این شرایط رو گفتین رسول خدا صلی الله علیه و آله از اونا شرایط بدتر کسی در دنیا تحمل نکرده. دنیا رو تغییر دادن رسول الله صلی الله علیه و آله. بله. این بهانه که فلان شده که فلان شد، این کلگی بهانه. باور بکنید، خب در عرصه پیدا کردن اقتصاد همین فعلا در همین جایی که ما شما زندگی میکنیم که ممکن است شرایط سخته باشه، شرایط سخته، اما اگر نفر قناعت داشته باشه، بر خدا توکل بکنه، زحمت خود خور بکشه، هرگز گرسنه نمیمونه و ممکنه دینی هم داشته باشه، دین خود ادا کنه. اما ما متاسفانه از دور، اما که نمیگن آواز چی از دور خوش میآید، این طرف و اون طرف رو دیدین و متاسفانه همه چیز
فراموش کرده و فکر میکنین که یک جای باید رخته باشه بریم جمع کنین. این رقم نمیشه، باید زحمت بکشین. در باب دینداری، در باب دینداری رسول خدا صلی الله علیه و سلم از کفر مطلق مردم شما دیدیم که چی لشکره و چه امتی تربیه کردن و به همین شکل رسول خدا صلی الله علیه و سلم شرایطی تیر کردن که به سر هیچ کدوم ما نیامده. ای کاش ما بریم یک دفعه سیرت پیامبر خدا رو بخونیم که رسول خدا به نان خشک شکم نصر نگوید. اما چی جای بنابرای اینا گمان میکنم که وساوس شیطانی. خلاص مکتب رو خوانده دیگه پوانتول چره خلاص کار دیگه پول حالا دنبال باید پول بریم دیگه اقتصاد پیدا کنیم. ادامه تحصیل چه کار میشه؟ ادامه تحصیل چه کار میشه؟ به اینجی میشه، به اینجی، به بیرون میشه. بالاخره خود خود باید به اون جایگاهی که یک شخصیت پلان بر خود تعیین بکنه، یک فرد باید در آینده جایگاه خود رو از همال تعیین بکنه. من کینم در آینده در این کشور؟ من چه کسیم؟ من دکانداریم. خلاص میره دیگه، میبینین دکاندار میشه دیگه. اما من یقین دارم همین فردی که صنف 12 خوانده، همین فردی که صنف 8 خوانده و از همال به چورت فلان و فلانه، یقین دارم اگر یک روزی به فکر ازی باشه که من باید والی یک ولایت باشم، 100% اونه رسد. 100% شک نکنین. انا عند ظن عبدی بی، خداوند گفته من در گمان بنده خونم هر رقم که اون فکر بکنه. همه امروز شما تصمیم بگیرین من باید همه راتر بسته کلا چکار بزنم، شما چکار بزنم. من باید سال آینده به حج برم، تصمیم بگیریم از اعمال اسباب امکانات خداوند پاک بر شما مقیم میکنه. اما مادامی که یک شخص نسبت به پروردگار خود ضعف داره، شیطان او رو شکار کرده و وساوس شیطانی اومده، طبیعتاً این مشکل هست که شما در کشور خود خود زیاد میبینید. بله دقیقاً جناب استاد، به خاطری که از ثمرات خود توکل بیشتر بدانیم و توکل ما پروردگار متعال بیشتر بشه، اگر شما نمونه هایی از بزرگان در گذشته داشته باشیم، مخصوصا پیامبران الهی، که اونها چگونه به پروردگار متعال توکل میکردن و به چه نتایج دست یافتند؟ ابراهیم علیه السلام، من فقط چند تا مثل نمونه مختصر خدمت شما عرض میکنم. حضرت ابراهیم که ما در نمازها او نام از او میبریم، بله، به درودهای ابراهیمی که میگن اللهم صل علی محمد و علی آل محمد که ما صلیت علی ابراهیم. این ابراهیم از جمله متوکلین بوده و از جمله کسایی بوده که توکل بر الله کرده. همون یک توکلی که امروز بعد از 6000 7000 10000 سال ما در داخل نماز نامی اور میگیریم. از این عزت بالاتر چی باشه؟ ابراهیم ابو الانبیا میگن. من یک داستان از ابراهیم علیه السلام میگم. او داستانیه که حضرت ابراهیم خداوند برای او گفته ای ابراهیم این مردم باید از کفر بیرون شه. و ابراهیم یک نفره و پدرش هم با اون مشکل داره. دقیقاً. پدرش میگه ای ابراهیم یا اینه که این بوتا رو بدورت نگو، یا تو ترد میکنم بیرون میندازم برو دیگه خلاص برات کار خود. بله. اما حضرت ابراهیم علیه السلام میگه سلام علیک، سلام بر تو باد ای پدر. منتها من و الله دشمن این بوتا هم که شما عبادت میکنید. مردم به صحرا و روز عید خو میرند و حضرت ابراهیم علیه السلام جوانه دیگه. نمیترسه فردا چه کار میشه. تبر گرفته راست و چپ کل بوتا رو میشکنه. بوت هایی که اصلا امی کل زندگی از این مردم به سر از اونها میچله. بوت کلان از رقام داره، تبر به گردن از اون میاندازه تا اینکه استدلال بکنه با این مردم. مردم میان که این بوتا کی تک تک کرده. بعد از اینکه بالاخره خبر میشن که ابراهیم کار کرده و ابراهیم میگه که امو بوت کلان کار کرده. بله. اونا میگن خب خودت که میفهمی که بوت هیچ کاری کرده نمیتونه. میگه چگونه یک سنگه که هیچ نفع و ضرر رسانده نمیتونه شما او عبادت میکنید؟ بشکنید. باید اینجا که حضرت ابراهیم باید که به کجا بندازن؟ باید به آتش بندازن، باید بسوزانن، باید او بکشن. حضرت ابراهیم علیه السلام میارن و آتش بسیار بزرگ به اشتعال در میارن و بعدا حضرت ابراهیم علیه السلام میخواهن بندازن داخل آتش که جبرئیل علیه السلام فرود میاد که ابراهیم انا مدگه به خدمت، ما به خدمتم چیکار کنم؟ حضرت ابراهیم علیه السلام میگه که حسبی الله، الله بر ما کافیه و بر الله توکل کردم. الله مر میبینه، این دشمنا مر میبینه. همین رقم دیگه نه. ما شما وقتی به مصیبت میرسیم متاسفانه دستی خود گم میکنید، مال گم شد، بچه فلان شد، چیکار شد؟ الله میبینه. الله بی خبر که نیست. الله میبینه که من مشکل دارم، الله میبینه که مال مر دوست برده، الله میبینه که خانه من میرقم. حضرت ابراهیم علیه السلام میگه الله مر کاملا مشاهده میکنه و این آتش را و این دشمن را هم. بله. او حتما برام یک فکر داره. دقیق.
همونه که حضرت ابراهیم رو به داخل آتش میاندازن. الله میگه ما دستور دادیم برای آتش، ای آتش سرد و سالم ابراهیم ما رو نگاه میداری، بنده ما رو سرد و سالم نگاه میداری. این یک نمونه از نمونه های واقعی که یعنی ما دیگه خود خور ملت کی داریم؟ ملت از حضرت ابراهیم. اگر ملت از ابراهیم داریم باید به مثل ابراهیم توکل داشته باشیم. حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام چقدر سختی دید حضرت موسی علیه السلام از دست قوم خود. خداوند دستور میده ای موسی با همه قوم بیرون شو، از شهر بیرون شو که از پیش فرعون برین، هجرت کنین، فرار کنین. بیرون میشن میان راسته به کنار دریا و فرعون هم با لشکر خوب رد از اینا چیکار میکنه؟ تعقیب میکنه. با مجرده که قوم موسی این طرف دریا رو میبینن، این طرف فرعون رو میبینن، تا دست پا خو میفتن و میگن تا روزی که نعمدی بودی اما با بلا بودی، حالا که تو ای موسی آمدی ما رو بیشتر با بلا انداختی. حضرت موسی میگه که ای قوم من آخ شما صبر بکنین، الله حتما برای یک برنامه داره. همون جیه که خداوند پاک اینا که خیلی به تر دست پا خو میفتن و قال مقال شروع میکنن، حضرت موسی علیه السلام منتظره آرام چون بر الله توکل داره. الله بریم میگه که ای موسی عصا خو به طرف دریا اشاره کن. با مجرده که حضرت موسی علیه السلام عصا رو به دریا اشاره میکنه، با قدرت بلا کیف الله دریا شگفته میشه. بله. و به شهادت قرآن کریم کل بنی اسرائیل از اینج تیر میشن با حضرت موسی و فرعون بعد از اینکه میخواد تیر بشه خداوند بر دریا دستور میده که غرق. توکل که حضرت موسی داره، دستی تا دست پا خونه مفته قال مقال بکنه، سر صدا بکنه، خدا یاد اگه ما خب پیامبرتانم من یه وزی که حال بالاخره از حضرت موسی ایمان داره که الله بری و یک راه حل بالاخره مثل محمد صلی الله علیه وسلم خیلی بزرگ تیر میشون. رسول خدا صلی الله علیه وسلم سختی های بسیار زیادی دیدن، قلب مبارک اگر مثل قلب ما می بود والله عالم که تحمل میکرد. اما رسول خدا صلی الله علیه وسلم خیلی سختی ها رو تحمل کردن. ما امت از اونها باید ما هم تحمل بکنیم. بعد از 13 سال خیرخواهی برای مردم، یعنی مردم ناجوان اونها رو از مکه معظمه میخوان اونها رو بکشن، رسول خدا صلی الله علیه وسلم هجرت نکنن، با قاره پناه میبرن و این مردم اونها رو تعقیب میکنن. بعد از اینکه تعقیب میکنن با بالا سر قاره استاده اند همین مردم، همین دشمنای خدا. حضرت ابوبکر صدیق میگه یا رسول الله با مجردی که زیر پا خور نگاه کنم ما رو میبینم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم چی میگن؟ آره میگن ای ابوبکر نسبت به دو نفر که سومنا الله تو چی نظر داری؟ یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک نفر، ابوبکر دو نفر، الله بریم دستور داده که تو به منجی بیا. من بیام آدم اون تنها نمیگذاره و انمی مشرکینی که 100 شطور جایزه تعیین کرده بودن برای کسی که محمد صلی الله علیه و آله با ابوبکر بیاره، اینا همه قدر عقل رو نکشید داخل همون سر خورتا کنن نگاه کنن. بله. و رسول خدا صلی الله علیه و آله بر الله توکل داشتن، اونا رو الله چیکار کرد؟ نجات. بله. و همچنین اون داستانی که اول شما اشاره کردیم که 313 نفر در غزوه بدر در مقابل 1000 نفر هیچ عقلی رو پذیرفته نمیتونه. دقیقاً. چگونه 300 نفر برای 1000 نفر پیروز میشه؟ اما الله بر رسول الله وعده خور وفا کرد. رسول الله گفتن الله به ما وعده کرده خلاص و الله به وعده خوب وفا میکن. بله. از حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، حضرت ابوبکر صدیق. بله. که تمام زندگی و توکله به همین خاطر رسول خدا گفتن ایمان ابوبکر صدیق به یک ترازو بگذارین، ایمان کل امت اسلامی به کفه دیگه بگذاریم، از کی سنگینی میکنه؟ از ابوبکر صدیق سنگین میکنه. ابوبکر صدیق روزی یک نمونه ما از زندگی و به اصطلاح میگن مشک نمونه خرواره. برن دوستا ما سیرت ابوبکر صدیق رو بخونن. روزی به خانه خود به هر حال پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به اصطلاح صدقات رو جمع میکنن که برای روم اون جی جهاده، اسب بکاره که بخرن، شمشیر بکاره، این صلاح و چیا بکاره. بعد ابوبکر صدیق هم کدام صدقات رو آورده. رسول خدا صلی الله علیه و آله میگن ابوبکر به خانه چی نگاه داشتی؟ چه چیزی رو به خانه گذاشتی؟ ابوبکر میگه الله و رسول به خانه گذاشت. بله. هر آنچه ابوبکر داشته آورده. بله. ایر میگن توکل بر الله. و این توکل فقط ابوبکر صدیق داره. حتی حضرت عمر رضی الله عنه به این پیمانه خیلی توکل داره. اون تا به این پیمانه میبینیم توکل نداره. و تمام
زندگی ابو بکر صدیق و امثال ابو بکر صدیق سایه که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله ایمان آورده بودند به یک پیمانه بسیار بزرگی میبینیم اونا توکل دارن. ان این رقم یک توکل و به همون خاطر هم هست که ابو بکر صدیق از این نمیترسه که میشه عمر گرسنه نمیمونم، الله پاک روزی رو همون رقم میرسانه که شاید از شبهای گذشته هم بهتر. و با پاس همین دو سال و شش ماه ابو بکر صدیق رئیس دولت اسلامی میشه که ما نظیری رو امروز نداره، با عدالت، با وسعت، با قوت. و ابو بکر صدیق تنها کسیه که اولین یاری که از رسول خدا وقت وفات میکنه در پهلوی رسول خدا صلی الله علیه و سلم دفن میشه و هر وقت ما برین ابو بکر صدیق میبینیم که در پهلوی رسول خدا دفن شده و علیه السلام میکنیم. این نمونه های و ممکنه دیگه بسیار نمونه های زیاده باشه، با امیدی که ما هم مثل همو نمونه ها زندگی خود رو به پیش ببرین و همین رقم یک توکل باشه. دقیقا جناب استاد، اگر ما به پروردگار متعال توکل نکنیم پس نتیجه هم در زندگی نمیگیریم، چون اگر توکل نباشه باعث از این میشه که انسان هراسان باشه و ترس داشته باشه از آینده و هیچ اقدامی نکنه، و وقتی هیچ اقدامی نکنین خب واضحه که به هیچ جای نمیرسیم. تشکر جناب استاد، امید از اینکه بینندگان عزیز ما از صحبت هایی که شما داشتین مفاهیم و مطالب بسیار مهمی آموخته باشند و سپاس از شما که در برنامه حضور یافتید. سلامت باشید همچنین. و تشکر و سپاس از شما بینندگان عزیز که تا پایان برنامه ما را همراهی کردین، به امید از اینکه مطالبی که جناب استاد در برنامه ارائه کردن برایتان مفید واقع شده باشد. تا برنامه بعدی آیین زندگی، خداوند یار و نگهدارتان.